درود خدمت شما بینندگان عزیز کانال جدید. تشکر می‌کنیم که این هفته هم بیننده برنامه نگاه روز هستید. من ملاحت مرتضوی به همراه همکارم پوریا اتحادپسند برنامه این هفته نگاه روز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. موضوع این هفته برنامه ما پیروز انتخابات روحانی میگوید صدای جوانان، زنان و اقلیت‌ها را شنیده است. چه اتفاقی افتاده است؟ جوانان و زنان صدایشان را چگونه بلند کردند؟ بعد از انتخابات موقعیت جناح‌های جمهوری اسلامی چه تغییراتی می‌کند و مردم در چه موقعیتی قرار می‌گیرند؟ فاتحه بهرامی مهمان این هفته برنامه نگاه روز به سوال‌های ما پاسخ می‌دهند. سلام عرض می‌کنم جناب فاتحه بهرامی عزیز. خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خیلی متشکرم. خسته نباشید. روحانی در رقابت با رئیسی پیروز شد، اما در این انتخابات جمهوری اسلامی متحمل چه خسارتی شد؟ خسارت در واقع میشه گفت در یک کلام تضعیف جمهوری اسلامی در مقابل مردم اساس ماجرا است. راستش این خسارت رو اگر بخوایم، انتخابات به هر حال تموم شد و یکی از مهره های رژیم بالاخره اومدن، منتها قبل از انتخابات و در جریان مناظره ها این خسارت و این بدبختی رژیم در واقع اونجا کلید خورد. هر کسی به اصطلاح یه نگاهی به اون دوره بکنه یا اون مناظره ها رو دیده باشه میدونه از زبان دوتا آدم بالای این نظام چند نفر، ولی اساسا از دو سه تاشون آدم های اصلیشون، افشاگری در مورد جنایات رژیم، افشاگری در مورد دزدی ها و چپاولاشون و به یه معنا به خاطر اینکه در مقابل همدیگه وزنه خودشون ببرن بالا مجبور میشن بیان از مردم دفاع بکنن، از مخالفت بکنن با نمیدونم تفکیک جنسیتی، مخالفت بکنن با اعدام و دفاع بکنن از معلم و از حقوق مردم. اینا چیزایی بود که در واقع جمهوری اسلامی رو ده برابر ضعیف میکنه و مردم رو در مقابلشون قوی میکنه. خب خیلی روشن این بحث ها برای اینا هیچ حقانیتی نداره. تمام عمر جمهوری اسلامی در مقابل مردم کارگر زحمتکش، زن ستیزی، آدم کشی، اسید پاشی، فقر، چپاول، تحمیل فقر و چپاول ثروت اون جامعه، اینا یعنی جمهوری اسلامی، اعدام و کشتار مردم. در نتیجه افشاگری که از هم دیگه میکنن که مجبور میشن، این فشار یک جامعه ای رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اینا هم چون بالاخره از روز اول اومدن پوز انتخابات و قانون اساسی و رژیم مبتنی بر با قول خودشون جمهوری و اسلامیت و اینا گرفتن، مجبور میشن به هر حال بیان انتخابات هم برگزار بکنن و یه حرفای بزنن و در این چارچوبم باید اضافه کرد تضاد منافع جناح‌ها با همدیگه و مسائلی که دعواهایی که با هم دارن، این مسائل میاد که حتی ما شاهد زدن به اصطلاح نیروهای قول خودشون ارزشی و سپاه و فلان اینا بودیم، هرچند الان روحانی دو مرتبه اومده در واقع میخواد جبران بکنه به طرفدارشون و اهمیتشون اینا داره حرف میزنه. در یک کلام این خسارت و تعذیب برای جمهوری اسلامی، این انتخابات خیلی گرون تموم شد. مردم الان در واقع در مقابل اینا خیلی قوی تر ایستادن، حق به جانب ترن و افشاگری و چهره ای که از همدیگه مقابل مردم گذاشتن، نه از زبان مردم سنگین طلب، نه از زبان جوانان و زنان و مردم آزادی خواه اون جامعه، بلکه از زبان خداشون گفتن اینا جنایتکارن، اینا چپاولگرن، اینا دزدن و این جمهوری اسلامی عریان الان در مقابل مردمه. این اگر کلمه خسارت رو که شما گفتین در واقع توضیحش اینه. روحانی میگوید صدای جوانان، زنان و اقلیت ها را شنیده است. طی 4 سال گذشته و یا 38 سال گذشته چیزی نمیشنید؟ خب این یا مشکل گوش داشتن تو این زمان به قول شما نمیشنیدن، یا اینکه این در واقع ریاکاری آخوندیه، دارن میخوان بگن که بعد از این مسحکه انتخاباتی هم که تموم شده الان میخوان بگن دیگه ما حرفای شما رو شنیدیم، بهش عمل میکنیم، منتها مثل همیشه باید صبر کنید، فرصتش نیست، نمیذارن و از اون توجیهات پشت سرش هست. منتها حتما مادام که قدرت مردم، اتحاد و تشکل و مبارزه مردم اگر
اوج بگیره اینا رو مجبور میکنه عقب نشینی بکنن. منتها این فعلا نقشش اینه که نقش راستش کلاهبردارانه و ریاکاری هست که میخوان بالاخره این فضا رو نگه دارن، علاوه بر اونم بالاخره دارن همونطوری که روحانی بازم تو این بحث یکی از بحث‌های دیگه‌اش گفته، مثل هر انتخابات تو جاهای دیگه اینا بعد از انتخابات که تموم میشه میان میگن هممون باید دست همدیگه رو بگیریم دیگه، اون دعواهای قبلی و افشاگری و اینا ظاهرا میره کنار، همشون با هم معتبرن. منتها این به قول معروف این توبه‌بری از اون توبه‌بری نیست، مردم میفهمن و در واقع نمیتونن دست هم دیگه رو بگیرن و کنار هم دیگه وایسن در مقابل این مردم دو مرتبه حقوق کارگر رو ندادن، کارگر رو توی زنده به گور کردن توی معدن یورت و کارش ندارن، تو جامعه به اصطلاح ثروت های مردم چپاول میشه، مردم پنج بار زیر خط فقر دستمزدشون هم نمیدن، وضعیت زن و بالاخره جوان تو مملکت که دیگه به جای خود و آسیبای اجتماعی که اشکال مختلفی داره به جامعه فشار میاره، ایناش همش محصول حاکمیت این جانوران اسلامی هست که باید از این مملکت جارو بشن. منتها اینا این تلاشا رو دارن میکنن که بلکه فشار مردم رو به اصطلاح کمتر بکنن که به نظر من دیگه نمیتونه. حتی اگر روحانی بخواد برای حفظ قدرت خودش تغییری ایجاد بکنه، آیا چنین امکانی داره؟ اولا نداره. به قول خامنه ای به اصطلاح گفت سیلی میخواین اگه زیادی حرف بزنین. تجربه جمهوری اسلامی که تمام این سالا نشون داده، چه دوره خاتمی که گفت رئیس جمهور یه تدارکات چیه، چه دوره احمدی نژاد که حتی نمیتونست وزیرش رو عوض بکنه، دوره روحانی هم که اون حتی مثل احمدی نژاد کاری نمیکرد، همیشه به اصطلاح تمجید آقا رو میگفته. بنابراین روحانی هم نمیتونه از چارچوبی که خامنه ای براش تعیین میکنه پالو فراتر بذاره، حالا ممکنه این ورانور یه نقی بزنه. منتها بحث اینه این اگر بخواد در واقع چی رو میخواد. این همین جناب روحانی که اومد در مقابل مردم خواست تصویر به اصطلاح به رخ رئیسی بکشه قاتل بوده، فورا طرفداران رئیسی رفتن پرونده ایشونو که تو اون زمان میگفت مردم بیان تو ملعه آن به دار بزنین و گذاشتن رو که از اون ور جناح مقابل پرونده دزدی های به اصطلاح طیف روحانی رو طرفدارانش رو به اصطلاح گذاشتن جلو. بنابراین اینا هم همون جنسن، تافته جدا بافته ای که نیستن، اینا کسایی هستن که این جمهوری اسلامی رو ساختن، کسایی هستن که این جهنم رو برای مردم درست کردن و در نتیجه اون چیزی که میخوان در واقع ادامه این تحمیل فقر، ادامه این ظلم و ستم به مردمه و ادامه این فضایی است که علیه جامعه است. اینا کار بیشتری نمیتونن بکنن و نمیخوان بکنن. اگر قرار باشه چیزی به نفع مردم تو اون جامعه عوض بشه، این فقط زمانی است که جمهوری اسلامی جارو بشه. همون بخش از مردم که در انتخابات شرکت کردن فکر میکنن که روحانی به نفع زندگی بهتر اونها تغییر ایجاد میکنه، اگه نه چرا باید در برابر رئیسی به روحانی رأی میدادن؟ خب این نکته ای که میگین مربوط در واقع به تحلیل رأی مردم و انتخابات که چرا در واقع به روحانی رأی دادن، چرا اون یکی اینقدر رأی آورد، من خیلی خلاصه چند تا نکته اینجا بگم. اینه که جمهوری اسلامی هم یه نظامیه، نظام سرمایه‌داری حاکم تو جامعه که یه خیلی عظیم آخوند و پاسدار و بسیجی و مزدور داره از یه طرف، یه طبقه سرمایه‌داری داره که اون جامعه دارن چپاول میکنن، یه مشت پادو داره شبیه بی بی سی و طرفداران و توده و اکثریت، و این اخیراً هم بخصوص تو این انتخابات طیف روشن فکر و هنرمندی که اینا زندگیشون و ماندگاریشون رو تو ماندگاری جمهوری اسلامی میبینن و منفعت دارن در ادامه این حاکمیت، و این طیف معلوم اینا رأی میدن به نظام، حالا یه بخششون به رئیسی میدن یه بخششون به روحانی تو این انتخابات معین، چون بالاخره همون طبقه بورژوا یه بخششون اینا نمایندگی میکنن یه بخششون اونای دیگه. منتها بحث رأی مردم اگر ما بخوایم به اصطلاح نکته اصلی رو مورد بحث قرار بدیم، اکثریت مردم شریف و زحمتکش اون جامعه است که
اونا تو این انتخابات رای دادن چرا رای دادن مثلا به خاتمی یا به رئیسی یا هر کدوم از اینا. بس در واقع سوال شما بیشتر میگه سراغ این قضیه. من نکته خیلی روشن که ما همیشه گفتیم این بخش مردم که به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی رو نمیخوان به اشکال مختلف همیشه نشون دادن، با شعاراشون و مطالباتشون تو همین امروز هم نشون دادن، رأی اینا سلبیه. اینا در واقع اومدن به خاطر یک نماینده و کسی که به اصطلاح خامنه‌ای رو نمایندگی میکنه نیاد سر کار و زندگیشون یه ذره به اصطلاح بدتر نشه از اون چیزی که هست. این دلایل میان بین این دوتا ممکنه انتخاب بکنن که بگن به خامنه‌ای رأی میدیم، به روحانی رأی میدیم در مقابل رئیسی. این دلیل رأی مردمه، رأی سلبی، و بخشن در شرایط دوره خاتمی هم این بود برای شکافای درون رژیم و به اصطلاح چون اینا دعوا دارن جناح‌های مختلف، مردم میخوان این شکاف بیشتر بشه، اینا زودتر برن. این محاسبات تو رأی مردم. منتها یه فاکتور دیگه هم باید گفت که یه بخش متوهم کم هم هست، بحث اینه که جریان اصلی تو اون جامعه که یه بخش مهمی از مردم عادی و زحمتکش و شریف میان اگر رأی دادن، رأیشون به این دلیلی که گفتن نه طرفدار روحانی نیستن. رأی روحانی رأی مردم نیست به معنای واقعی، این رأی سلبی علیه خامنه‌ای و علیه نظام در واقع دادن. منتها نکته دیگه‌ای که باید مهم اینجا توجه کرد اونم اینه که یه بخش عمده و زیادی از مردم رأی ندادن. و معلومه این آماری که اینا دادن آمار قلابی جمهوری اسلامی همیشه تقلب کرده، همین انتخابات خداشون گفتن تقلب کردن و شکایت کردن، رئیسی شکایت کرده، آدمای مختلف گفتن تقلب شده به اشکال مختلف، معلومه میزان رأی بردن بالا. ولی اگه فرض کنیم همین اندازه بوده، بیشتر از رأی رئیسی رو مردم اومدن رأی ندادن. کسایی که رأی ندادن تو انتخابات بیشتر از رئیسی بوده، بخش زیادی بوده. اگر تازه تقلب بذاریم کنار، شاید نصف بیشتر مردم تو اون جامعه رأی ندادن. منتها اون بخشی که رأی دادن دلیلش هم بود که گفتم بنابراین جمهوری اسلامی با یه معضل جدی بعد از این انتخابات مواجهه. اون بخشی که مردم رأی ندادن و اون بخشی که رأی دادن در واقع علیه خامنه‌ای، دلیل رأیشون اینه. اون بخشی هم که میخوان در واقع نظام بمونه، اونا در هر شرایطی منفعتشون اینطوری ایجاب میکنه. برای همین باید به اصطلاح جمهوری اسلامی منتظر اعتراضات مردم و تلنگلی به این سیستم بزنن، باید مواجه با این بشن. و مردم هم طبعا برای اینکه بخوان چیزی عوض بشه باید متشکل و متحد بشن و مبارزه کارگر و هر تو جامعه باید قدمای و گامهای بلندی برداره که طبعا اونجا تعیین کننده است که خلاصی از دست جمهوری اسلامی بشه کلید بخوره. فاطمه بهرامی عزیز، ممنون از توضیحاتتون و سپاس از وقتی که در اختیار ما و بینندگان عزیزمون قرار دادیم. خیلی متشکرم. به انتهای یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از اینکه برنامه ما را از تلویزیون کانال جدید دنبال می‌کنید سپاسگزاریم. سربلند و پیروز باشید.